نامه از فرزاد کمانگر به تاریخ اردیبهشت ماه 1389. فرزاد کمانگر این نامه را با تأسی از سرگذشت یکی از زندانیان دهه 60 نگاشته است. زندانی مورد اشاره که از ضعف بینایی شدیدی برخوردار بوده، به دلیل شکنجه و ضرب و شتم عینکش می شکند و مجبور می شود به جای شیشه تکه مقوا بر عینک خود بگذارد و این آخرین تصویری است که مادر زندانی از او دیده است. زندانی سیاسی مورد اشاره کمی بعد زیر شکنجه به قتل می رسد و در گوری گمنام و بی‌نشان دفن می شود. این نامه را فرزاد کمانگر به مادر این زندانی سیاسی تقدیم کرد. زندان داستان تن است و تازیانه، مشت است و زندان، تناب و گردن، آتش و پوست سرب و قلب زندان سرودی است برای زنده نگه داشتن امید. زندان دریچه است به آینده ای روشن. تصویر اول، سانتیاگو شیلی. شکنجگری در حال خورد کردن دستان زندانیش می باشد تا گیتار نزند و ترانه و لالایی برای کودکان شیلی نسراید، اما او می سراید: بیا 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 جاده پهناور را در می نوردیم، آینده دیگری در کار تکوین است. سالها بعد تیتر روزنامه های شیلی: آسوده بخوابید، دیکتاتور مرد. و نوازنده گیتار زینت بخش دیوان شاعری می شود و مردم به شاه بیت دیوان شاعرشان می نازند. تصویر دوم، زندان‌های شوروی سابق، استالین. بریا قضاوت می‌کند، می‌کشد، قطع قطع می‌نماید و تبعید می‌کند هر کس را دگرگونه بیندیشد. چند دهه بعد، جوانکی سر کلاس با خواندن تاریخ معاصر کشورش و شنیدن نام بریا آب دهان بر زمین می اندازد و جوان دیگری صفحات کتابش را با عصبانیت پاره می کند. تصویر سوم، دهه 80 میلادی، عراق. موطنی موطنی
کاروانی از زن و دختر، کودک و پیر و جوان به سوی بیابانهای نگرسلمان حرکت داده می شوند تا انفال شوند. کودکی عروسکش را به سینه می چسباند و با چشمانی باز ستاره ها را می شمارد و زیر خروارها خاک مدفون می شود. دختری قبل از اینکه اسمتش زیر چشمهای دریده علی حسن مجید حتک شود خود را می کشد. در هزاری سوم خواهرکان من بی رخت عروسی پاک و پاکیزه با خورشیدی که بر تابوتشان نقش بسته است به زادگاهشان برمی گردند. کودکی در حلبچه بی پروا بر روی عکس و مجسمه صدام می شاشد. جوانی شیعه هنگام اعدام دیکتاتور فریاد می زند برو به جهنم و کردی به کاخهای بغداد قدم می گذارد و به ریش صدام می خندد. تصویر چهارم، زندان دیاربکر ترکیه، دهه 80 میلادی. جنرال برای شکستن مقاومت زندانیش به خانواده او تجاوز می کند و زندانی برای زنده نگه داشتن نوروز خود را به آتش نوروز جاودانه می کند. نوروز 2009 کودکان دیاربکر بر سر هر کوی و برزن بی محابا سرود جنرال بزدل را سر می دهند و جمعیتی میلیونی به دور آتش نوروز جمع شدند، آتشی که جنرال بزدل میپنداشت فرو نشاند. تصویر آخر، زندان اوین، تهران. زندانی با عینکی شکسته برای آخرین بار به دیدار مادر می رود تا آخرین تصویر او را با خود به قلب زمین ببرد. چند هفته بعد لباس و عینک شکستش را به مادر می دهند. سالها بعد زندانی دیگری از زندان اوین برای نامزدش نامه می نویسد و دختر نامه را برای مادر بزرگش که عینک شکسته در دست دارد این گونه می خواند: بگذار در هر جای دنیا بی سنگ و صلیب با گوری شکسته گمنام بمانند، بگذار با خاک یکی شوند، بگذار نشانشان سروی آزاده باشد که ریشه در قلب آنها دارد و سر به آسمان می ساید. بگذار بی نشان بمانند، آینده از آن بی کفن خفتگان. فرزاد کمانگر، زندان اوین، اردیبهشت ماه 1389. با سپاس. همه جان و تنم، وطنم، وطنم، وطنم.
هواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلام